بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید. من دکتر مهرنگ خزایی هستم، روانشناس بالینی و محقق در روانشناسی تحلیلی. این برنامه علمی که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری‌های دانشمندان روانشناس و تحقیقات جدید در مورد اختلالات روحی روانی است. برنامه امروز من درباره بررسی تجربه نزدیک به مرگ هستش. واژه مرگ مثل کلمه زندگی مفهوم روشنی داره که همه انسان‌ها از اون آگاه هستند. اما در اون سوی این مفهوم روشن چیزی قرار داره که هرگز برای ما انسان‌ها به طور دقیق شناخته نشده. برای همین بزرگترین چالش ما در زندگی مسئله مرگ هستش که به تدریج با مفهوم اون آشنا شدیم و با آگاه شدن از مرگ، مخصوصاً با آگاه شدن از مرگ خودمون، گاهی وقتا دچار اضطراب و نگرانی میشیم و سوالهایی در ذهن و اندیشه ما سنگینی میکنه که چگونه میمیریم؟ بعد از مرگ چی میشیم؟ روح من بعد از مرگ به کجا میره؟ آیا واقعاً بهشت و جهنمی وجود داره؟ سرنوشت این روح بعد از مرگ چه خواهد شد؟ چگونه وجود تکامل یافته من، مغز توانا و افکار درخشان من، عواطف گرم و احساسات من مثل حبابی در رنگین کمان هستی محو میشه؟ ادیان به این پرسش ها پاسخ دادن. اونا معتقدن انسان با عبور از گذرگاه مرگ به جهانی قدم میگذاره که به مراتب از این جهان وسیع‌تر، پرفروختر، آرامش بخشتر و زیباتر هستش. اما مرگ برای انسان همچنان یک معماست و رازی ناگشوده. تضاد بین گمان و یقین، دو کلمه مخالف هم دیگه. خیام میگه قومی متفکرن اندر راه دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. می ترسم از آن که بانک آید روزی، که بی خبران راه نه آن است و نه این. مرگ سرزمینیه که تا به حال هیچ کس از مسافرانش باز نگشته و یک تجربه شخصیه. اما افرادی هستن که میگن که تجربه نزدیک مرگ داشتن و اونچه دیدن رو شرح دادن که همه توصیف‌های مشابهی از تجربهشون دارن. همه اونها احساس کردن از بدنشون جدا شدن و آرامش و لذتی عمیق وجودشون رو پر کرده. در تونلی هستن که سراسر پر از نوره و احساس سبکی ویژه‌ای می‌کردن. و دیگه اینکه مرور زندگی از زمان کودکی تا بزرگسالی، تجربه‌ها، عشق‌ها، همه در یک لحظه از خاطرشون گذشته شده و ملاقات با بستگانی که مردن رو داشتن و در نهایت احساس بازگشت به بدنشون همراه با بیمیلی بوده. اونها این تجربه رو چنان جذاب و شیرین میدونن که هرگز نمیخواستن به بدنشون بازگردن. حتما شما هم داستانهایی رو از کسانی که از آستانه مرگ به زندگی برگشتن شنیدید یا خوندید. افرادی که برای مدتی کوتاه قلبشون از تپش ایستاده و زمانی که دوباره قلبشون شروع به تپیدن کرده از مشاهدات خودشون گفتن که به اون تجربه نزدیک به مرگ، یا به انگلیسی بهش میگن near death experience. تجربه نزدیک به مرگ برای کسایی که اون رو از سر گذروندن معمولاً رویدادی تکرار نشدنی و بی‌نظیر بوده و زندگی این افراد رو برای همیشه دستخوش تغییر کرده و دیگه به زندگی پیش از این تجربه باز نگشتن. رفتار و دیدشون به زندگی تغییر کرده، اصلا یه آدم دیگه شدن. محققان معتقدن که تجربه نزدیک به مرگ از قرن‌ها پیش گزارش شده.
افلاطون در کتاب جمهوری داستان سربازی رو به نام آرت نقل می‌کرده که در جنگ کشته شده و مجددا به زندگی باز می‌گرده. این سرباز به شرح ماجرایی می‌پردازه که افلاطون اونها رو توصیفاتی از جهان آخرت می‌دونه. همچنین در کتاب مردگان تبت که در قرن هشتم بعد از میلاد مسیح نوشته شده، اون بر اساس اعتقاد بوداییان هستش. این کتاب راهنمایی برای مردگان، نقشه‌ای از دنیای پس از مرگ که در مواجهه با خدایان، شیاطین و والدین آینده فرد در لحظه تشکیل نطفه است. توصیف این کتاب از زندگی بازپسین تبت هسته. شباهت و داستانها شباهت عجیبی با داستانهای امروزی افرادی که از تجربه نزدیک به مرگ سخن گفتن هست. همینطور در نقاشی مشهور صعود به آسمان اثر هیرونیموس باش که در قرن 14 میلادی نقاشی شده و در شهر ونیز در کشور ایتالیا قرار داره. در این نقاشی فرشتگان روح یک انسان رو از درون تونلی به سوی نور میبرند. عبور از یک تونل با سرعت بسیار زیاد به طرف نوری درخشان و سرشار از عشق همیشه یکی از اصلی ترین عناصر تجربیات نزدیک به مرگ هستش. داستان ها و مصاحبه‌هایی که آدم ها از فرهنگ های مختلف در مورد تجربیات نزدیک به مرگ داشتن همه یکیه، فقط جزئیات و توصیف های اون متفاوته، اما تجربه کلی اونها به طرز قابل توجهی مشابه است. همه احساس شناور بودن داشتن، همه مشاهدات اطراف خودشون رو با وجود اینکه قلبشون ایست کرده بوده رو به طور دقیق می دیدن. همه از تونلی نورانی رد شدن، همه فامیلاشون رو که مرده بودن رو ملاقات کردن و هیچ کدوم دلشون نمیخواست که به جسمشون برگردن. حالا ببینیم چه عللی باعث میشه که اونها چنین تجربه‌ای رو داشته باشن. آیا واقعا این تجربه درسته؟ مرگ از دیدگاه زیستشناسی پایان چرخه زندگی موجودات زنده و در پزشکی به معنای توقف برگشت ناپذیر علائم حیاتیه. پس از توقف ضربان قلب، هوشیاری تمام حواس به کلی از دست میره و موجود زنده، انسان و جونوران هیچ چیز رو احساس نمی کنن، نمی شنون و نمی بینن. چون وقتی اکسیژن در بدن قطع میشه، اعصاب و تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی توسط مغز همه متوقف میشن و بدن خاموش میشه. اما در تجربه نزدیک به مرگ امکان بازگشت به زندگی کاملا منتفی نیست و تنها علائم بیرونی حیات مثل هوش، تنفس، واکنش به محرک‌ها حس نمیشه، ولی ارگانیسم‌های داخلی بدن زنده است و عمل سوخت و ساز در بدن جریان داره و در این مرحله تجربه‌گران واقعا نمردن و صرفا در آستانه مرگ قرار گرفتن. در ارتباط با تجربه‌های نزدیک به مرگ اختلاف نظرهای فراوانی بیان شده. علم یه پدیده تجربه نزدیک به مرگ رو رد میکنه، چون علم معمولاً بر اساس تجربه و مشاهده پیش میره. مثلا شما اگه بخواید درباره یک مسئله اظهار نظر کنید، باید بتونید اون رو مشاهده کنید، رفتار اون رو بررسی کنید، قوانین حاکم بر رفتار اون رو شناسایی کنید و بعد یک مجموعه این مشاهدات به شما امکان ساخت نظریه رو میده که اگر نظریه شما بتونه از عهده آزمون‌های بعدی بیرون بیاد، مورد قبول قرار میگیره و علمی شناخته میشه. درباره موضوع مرگ، علم عملاً امکان آزمایش و مشاهده
مرگ رو نداره، اما میتونه شرایط مرگ رو بررسی کنه، عوامل به وجود آوردن اون رو تعیین کنه. اما درباره بعد از اون مرحله، چون با هیچ شاهد و تجربه های مواجه نیست، نمیتونه اظهار نظر کنه. برای همین تجربه مرگ، نزدیک به مرگ یا near death experience رو علم رد میکنه و اون رو به فعل و انفعالات شیمیایی در مغز ربط میده. البته باید در نظر داشته باشید که موضوعات حیات پس از مرگ از مسائلیه که ما نمیتونیم به طور کامل از طریق علوم تجربی و آزمایشگاهی اون رو ثابت کنیم، چون اثبات مسائلی که به ماورا طبیعی مربوط میشن با اثبات علمی کاملا متفاوته. دانشمندان عصبشناس مغز رو عامل به وجود اومدن چنین تجربه هایی میدونن. مغز ما در حقیقت رابطه و واسطه درک ما از جهان و از خودمونه. از تمام احساساتمون، عملکردهامون، ساختار اساسی بدنمون همه توسط مغز کنترل میشه. در حقیقت اگر ما چیزی رو میبینیم علاوه بر چشمامون که سیگنال های نوری رو دریافت میکنن، این مغز ماست که این سیگنال ها رو تبدیل شده رو به پالس های الکتریکی تغییر میده و به شکل تصویری که میبینیم درک میکنه. مثلا زمانی که ما خواب میبینیم، اعصاب بینایی ما فعال نیستن و نوری رو دریافت نمی کنن، ولی مغز ماست که بر اساس رفتاری که هنوز هم جزئیات اون معلوم نیست، شروع به تولید تصویری در خواب می کنه و اون رو به صورت بینایی درک می کنی و حتی با رنگ های مختلف. یا اینکه مثلا وقتی در بیداری به یاد موضوعی میافتیم و تصویری در ذهنمون شکل میگیره، هیچ محرک بینایی خارجی وجود نداره، اما مغز ما این تصاویر رو میسازه و ما به شکل تصویر اونها رو درک میکنیم. همینطور صدا و حتی احساساتی مثل نفرت، دوست داشتن، عشق، مغز پس از تفسیر این علائم واکنش مناسبی رو در برابر هر یک از این حالات از خودش بروز میده. حالا برخی از دانشمندان معتقدند در تجربه نزدیک مرگ در واقع عللش به خاطر کاهش اکسیژن و فلاینفلات مواد شیمیایی در مغز تجربه کننده هست که میتونه از تونل نور عبور کنه و میتونه شناور باشه. یعنی وقتی قلب از کار میفته یا هر عمل دیگه‌ای که باعث کاهش اکسیژن میشه و یا قرار گرفتن در فشار یا سرعت زیادی که جریان عادی گردش خون رو کند کنه، اون باعث یه فرایندهای شیمیایی در مغز میشه که اونا دچار اختلال میشن. به همین دلیل بخشی از تفسیرهای حسی قطع میشه که در نتیجه شخص احساس سبکی خوشایندی رو تجربه میکنه و از طرفی هم اون اختلال باعث ایجاد محرکای میشه که تفسیر اون برای مغز مثل تونل نور هستش. البته این بنا به گفته دانشمندانیه که روی این تحقیق کردن. و دیگه اینکه زمانی که شخص از این حالت باز میگرده و تمام و احساس بدنش احساس درد میگیره، به خاطر اینه که تمام اعصاب یک بار شروع به تفسیر محرکای بیرونی میکنن و باعث ایجاد درد میشه. در مورد احساس سبکی و شادی و آرامش، بسیاری از دانشمندان معتقدند که علل اون به خاطر رهایی ناگهانی مواد شیمیایی عصبی به نام اندورفین هستش که به روی سیستم عصبی مغز اثر میگذاره و تولید آرامش میکنه و افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن این احساس رو همه تجربه کردن.
بنابراین تجربه نزدیک به مرگ یک تجربه پیوسته است که برای برخی افراد اتفاق افتاده و تمام شده. اما اثرات مثبت این تجربه باعث میشه که اونها انسانهای بهتری بشن، بتونن اطرافیانشون رو با تحت تاثیر محبتاشون قرار بدن، چون اونها عشق و آرامش واقعی رو در موقع تجربه نزدیک به مرگ حس کردن. حالا یکی از کسانی که تجربه نزدیک مرگ داشته میگه که اون چه من از این تجربه آموختم این بوده که ما همه جزوی از یک کل واحد و عظیم جهانی هستیم. اگر خیال میکنیم که میتونیم شخص دیگری رو یا موجود زنده دیگری رو بدون اینکه به خودمون صدمه وارد کنیم آزار بدیم، کاملا در اشتباهیم. ما به همه چیز متصلیم و اگه بگیم عشق و محبت خودمون رو نثار کنیم، آدم های خوشبختی خواهیم بود. برای همین سعدی میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. البته انسان زندگی رو حتی در شرایط تلخ و ناگوار بر مرگ ترجیح میده. صاحب تبریزی میگه زهری زهر مرگ که شیرین نمیشود، هرچند تلخ میگذرد روزگار آن. ما میتونیم مرگ رو مثل دگردیسی که در پروانه رخ میده همانند کنیم. یعنی کرمی بر شاخه‌ای به وجود میاد و بعد در پیله و در نهایت پروانه میشه که پرواز میکنه، در حالی که بیش از این نه تنها زیبایی پروانه رو داشته، حتی نمیتونست قدرت پرواز داشته باشه. انسان هم به شکل جنینی در رحم مادر به وجود میاد و بعد با به دنیا اومدن رشد میکنه، به کمال میرسه، زندگی میکنه و در نهایت پرواز میکنه به سوی ابدیت. البته با این تفاوت که پروانه به شکل طبیعی و روندی تکوینی در یک فرایند تکاملی حرکت میکنه، ولی انسان با توجه به قدرت عمل و تفکر و تلاش ها و استعدادهای خودش حرکت میکنه. بنابراین اسرار مرگ رو ما هنوز نمیدونیم، اما میدونیم که مرگ ما هم مثل زندگی فرایند طبیعیه، همونطور که عشق و دلبستگی به زندگی کاملا طبیعیه. خب بینندگان عزیز، حالا بذاریم به یه آهنگ گوش کنیم، بعد من برای شما درباره تجربه مرگ صحبت خواهم کرد، پس با ما باشی. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این آهنگ لذت برده باشی. حالا برگردیم به بحث. رشد معنوی شکوفایی و کشف استعدادهای درونی ماست. رشد معنوی ذهن شما رو آزاد میکنه، محدودیت ها براتون بی اهمیت میشه، ارادتون رو قوی میکنه. رشد معنوی به شما کمک میکنه تا به آگاهی برسید و به فراتر از حتی آگاهی برسید و حتی به کمال، چون انسان یک موجودی کمالگرا و هدف از زندگی این است که استعدادهاشو شکوفا کنه، ولی بیهودگی، پوچی زندگیش رو، معنای زندگیش رو از بین میبره، زنده موندن رو براش بی‌ارزش میکنه، هرچند که تمام امکانات زندگی هم داشته باشه. ناراضی میشه، سرد میشه و حتی حاضر نیست که بتونه با تمام زیبایی‌هایی که در زندگی هست بتونه یک لحظه از اون لذت ببره. معنای زندگی باید با ارزش تر از زندگی باشه، چون اون چه ما میخواییم فلسفه زندگی رو توجیه کنه اینه که همیشه فراتر از زندگی بریم، فراتر از ارزش ها بریم. بنابراین سعی کنید از تمام لحظه ها و فرصت ها در راه رشد و تکاملتون استفاده کنید. ریشه اخلاق ها و رفتارهای ناپسندتون رو در خودتون پیدا کنید و سعی در بهتر کردن اونا کنید. بیشتر از اون چه قضاوت میکنید سعی کنید دوست داشته باشید، به دیگران محبت کنید، عشق بورزید، انتظاراتتون از دیگران کم کنید.
کینه، حسادت، فریبکاری رو از خودتون دور کنید. با برکت خودتون اطرافیانتون رو برکت بدید. در اون موقع انسانیت رو در خودتون زنده کردید. وقتی آماده رفتن از این دنیا هستید، از خودتون و زندگی که کردید راضی خواهید بود، برای که میدونید که خوب زندگی کردید و مردم ازتون همیشه به نیکی یاد خواهند کرد. برای اینکه همیشه به دیگران کمک کردید، هرگز خودتون عقب نکشیدید، هرگز قلبتون رو عقب نکشیدید، هرگز از گفتن بیان حقیقت دور نبودید، در اون موقع قلبتون میره و شهادت میده که شما از زمانی که خودتون رو شناختین در مسیر درست زندگی کردید. اینه میگن زندگی. بنابراین سعی کنید حس زندگی رو در خودتون زنده کنید، چون در نهایت پس از مرگ در مورد شما سه چیز مهم هست که مردم قضاوت میکنن. اینه که چطور زندگی کردی، چقدر دوست داشتنی بودید و چقدر به روی دیگران اثر مثبت گذاشتی، و برای همین ازتون به نیکی یاد خواهد کرد. به هر حال قدر لحظاتی که در اون هستید رو بدونید. رازی که سلامت بدن و روح شما رو تضمین میکنه زندگی خوشحال، زندگی آروم، مثبت اندیشی، همونطور که گنج ها رو از زمین بیرون میارن، بذارید فضیلت و مهربونی و بزرگواری هم از درون شما بیرون بیارن، برای اینکه بتونید با خیال راحت از پیچ و خم های زندگی عبور کنید. وقتی به مرحله مرگ رسیدید، انسانیت رو در خودتون زندگی کردیم. بنابراین از مرگ نترسید، از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی در درون شما به نام انسانیت مرده باشه. مواظب خودتون باشین، مواظب سلامتیتون باشین، مواظب روانتون باشین. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. من تا هفته آینده اوقات بسیار خوشی رو برای شما آرزو دارم.